یکی از عوامل خیلی مهمی که در پرخوری تأثیر داره کمبود پروتئین زیره است. سلام، امروز میخوام در رابطه با عارضه پرخوری یا علل پرخوری در طیور، خصوصا طیور تخمگذار، مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. در جلسات قبل هم اشاره کردیم که حتما باید مدیریتمون در داخل فارمهای گوشتی و فارمهای تخمگذار بهتر باشه که تا ما بتونیم محصول بهتری رو بگیریم، تخم‌مرغ‌های با کیفیت تری رو با وزن بهتری رو دریافت کنیم که بازاریابی خوبی هم داشته باشیم، بتونیم اینها رو بهتر بفروشیم و سود خوبی هم از قبل فروششون به دست بیاریم. اما چه عواملی باعث خوردن پر در طیور تخمگذار و یا طیور گوشتی میشه، اینها رو من به ترتیب خدمت شما دوستان عزیز ارائه میکنم. برخی از طیور تخمگذار یا گله های فارم تخمگذار هستند که مرغ‌ها شروع به خوردن پرهایی که هم به زمین افتادن یا از بدنه سایر مرغ‌ها اینها رو میکنن و اینها رو میخورن. این عارضه پرخوری در واقع یک عارضه مدیریتی و عارضه تغذیه‌ای و عارضه است که خود ما منجر میشیم، خود در واقع پرورش دهنده باعث میشه که این عوارض به وجود بیاد در اثر سوء مدیریتی که در داخل فارم اعمال میشه. در اثر خوردن پرها، این پرها میرن و در قسمت نای و دستگاه و گوارش طیور گیر میکنن، ایجاد خفگی میکنن و تلفات بیشتری رو در فارم و در گله های مرغ تخمگذار یا گوشتی ایجاد میکنن. یکی از عوامل خیلی مهمی که در پرخوری تأثیر داره کمبود پروتئین زیره است. زیره ما دوستان عزیز حتما باید بالانس بشه و در ادامه خواهم گفت که این علائم به چه بیماری و عارضی هم منجر میشه. پس باید حتما پروتئین زیره خودمون رو تنظیم کنیم، پروتئین رو بالا ببریم در این گونه موارد و حتما دوباره یک بازرسی و ارزیابی در زیره خودمون داشته باشیم. مورد بعدی انگل‌های خارجی در بدن طیور هست. وقتی انگل‌های خارجی در واقع شیوع پیدا می‌کنه در کل بدن و پوست مرغ‌ها، اینها به بدن خودشون نوک می‌زنن. وقتی نوک می‌زنن به بدنشون، پرهای اینها ریخته میشه، یا سایر طیور وقتی انگل‌ها رو در بدنه طیور دیگر اینها رو می‌بینن، نوک می‌زنن و پرهاشون رو می‌ریزن زمین و دوباره شروع میکنن به خوردن پرها. عامل بعدی کمبود فسفر هست. شما در دام ها هم این رو من خدمت دوستان گفتم، یک عارضه بود به نام عارضه پیکا یا گندخاری که اینا هم بیشتر در اثر کمبود فسفر، کمبود مس روی اینها به وجود می اومدن. حتما باید مواد معدنی و ویتامین های موجود در جیره های خودمون رو هم مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار بدیم که اینها رو هم در جیره خودمون بالانس کنیم. مورد بعدی تراکم گله هست. هر چقدر تراکم گله بیشتر باشه، یعنی ما در فضای خیلی کمتری تعداد جوجه بیشتری رو، تعداد مرغ بیشتری رو ما پرورش بدیم، این تراکم باعث عصبیت طیور میشه، باعث هیجانات طیور میشه و باعث میشن با همدیگه برخورد در واقع هیجانی و برخورد عصبی داشته باشن که در این زمینه هم این مسائل معمولاً پیش میاد. عامل بعدی نور هست. هر چقدر شدت نور در داخل فارمهای تخمگذار، حتی در فارمهای گوشتی، شدت نورمون بیشتر بشه، به همون اندازه میزان عصبیت طیور بالا میره، میزان هیجان طیور بالا میره. ما باید نور خودمون رو هم مدیریت کنیم، لوکس نورمون رو مدیریت کنیم که بتونیم در واقع مرغان آرامی داشته باشیم که بتونن تخم‌مرغ‌های بهتری رو در واقع اینها برامون بدن. عامل بعدی بحث آب هست. دوستان ببینید هر چقدر آب رو با توالی ندیم، ماهی قطع و وصل بشه، برخا برن، خاموش بشن یا بیان، اینها عواملی هستند که باعث میشن استرس در فارم های ما به وجود میاد. وقتی استرس به وجود اومد، باز مجدداً اینها به همدیگه حمله میکنند، عصبیت دوباره در اینها شروع میشه، پرهای همدیگر رو مورد حمله قرار میدن، پوست همدیگر و قسمت های مختلف بدن همدیگر رو مورد
حمله قرار میدن و این هم عارضه‌ای به نام عارضه پرخوری در اینها به وجود میاره. اما به دنبال عارضه خوردن پر یا پرخوری اینها دچار در اثر این سوء مدیریت ها، سوء تغذیه ها، نور، رطوبت، دما و همه اینها را اگر ما ارزیابی و بررسی کنیم، عارضه‌ای به نام کانیبالیسم به دنبال عارضه پرخوری به وجود میاد که این را هم ما باید در گله های خودمون حتما مورد توجه قرار بدیم و نمک جیره خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم، خصوصا فسفر رو کنترل کنیم که این هر دو برامون اهمیت بسیار زیادی داره و باعث میشه که در واقع بسیاری از مسائلی که مربوط به این دو عامل میشه اینها رو در فارم های خودمون کنترل کنیم و این عارضه رو کلا در گله های خودمون حذف کنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری هم در این مورد داشتید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت براتون پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.